برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کتاب ارزشمند اسلام مهجور توسط مؤسسه فرهنگی مذهبی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، مرکز نشر آثار معظم الله در شهر مقدس کربلا به چاپ رسید. این کتاب مشروح بیانات مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در گرد همای بزرگ مبلغان دینی در آستانه ماه مبارک رمضان 1444 است. کتاب اسلام مهجور به زبان فارسی و در 10,000 نسخه و در قطع جی بی به چاپ رسیده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید با ممنوعیت کمپین‌های بهداشتی از سوی طالبان در استان قندهار در جنوب افغانستان، خطر شیوع پولیو افزایش می‌یابد. این سازمان هشدار می‌دهد که با محدودیت اجرای کمپین‌های خانه به خانه در قندهار، کودکان در این استان با خطر قابل توجه شیوع گسترده مواجهند. این سازمان هشدار داده که با در نظر داشته جابجایی بالای جمعیت بین افغانستان و پاکستان، عقب نشینی در کمپین‌های بهداشتی در افغانستان مؤثر بودن در برنامه کنترل بیماری در پاکستان را کاهش می‌دهد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، 32 مورد مثبت پولیو در سال 2023 در افغانستان ثبت شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه 3 شهریور نشستی با هدف ارزیابی تهدیدهای داعش در جهان از جمله در افغانستان برگزار کرد. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم گفت که تهدید تروریست در مناطق مختلف جهان نگران کننده است. در همین حال، نماینده بریتانیا در سازمان ملل میگوید گروه داعش همچنان از توانایی انجام حملات گسترده به اهداف غیر نظامی و بین المللی در افغانستان برخوردار است. گروه تندروی سنی داعش در افغانستان جدیترین تهدید تروریستی در این کشور و در منطقه ارزیابی شده است و شورای امنیت سازمان ملل در این باره ابراز نگرانی کرده. دولت دانمارک در تلاش برای تنش زدایی با کشورهای مسلمان روز جمعه 3 شهریور اعلام کرد قانونی را پیشنهاد می کند که سوزاندن قرآن را در اماکن عمومی غیر قانونی کند. دانمارک و سوئد در هفته های گذشته شاهد سوزانده شدن نسخه های قرآن با توهین به آن بودند، حرکتی که خشم کشورهای مسلمان را برانگیخت. بر اساس این لایحه، در صورتی که رأی بیاورد برای کسانی که دست به سوزاندن قرآن می زنند 2 سال حبس در نظر گرفته شده است. سوئد در همسایگی دانمارک هم اعلام کرده است در حال بررسی راه‌هایی برای محدود کردن حد که حرمت به کتاب مقدس مسلمانان است.